الی جپل، من قرار بود بعد از انسان خردمند برم، ولی دیدم منتظری. اینو سریع الو کوتاه اگه میشه بگو چه من باید برم. الو، سلام دارین؟ بله بله، سریع کوتاه اگه میشه. بله شهرمند، من بخاطر اینکه من اینجا اختلاف زمانی زیاده، من از ژاپن دارم تماس میگیرم، از شهر اوساکا هستم. من بودم بعدش اوساکا. بعد دیگه خودتون یه حال احوال کار اینجا رو بلدین. من چون معلم هستم، کلاسم فشرده است، هی مجبور میشدم دیسکانکت کنم، هی جوین بشم توی یه دونه میتینگ دیگه، برای همین هی چیز میشد، هی نمیتونستم به این مطلب شما گوش کنم و برسم. باشه، من خیلی حرفم سریع میزنم. من حرفی که میخوام بزنم اصلا ربطی به ایران و از اینجور چیزا نداره، چون من خلوهش 6 سال 7 سالی که من ترک تابعیت ایرانی بودن کردم. من با کانال شما آشنا شدم، شما یه پیجی داشتین در توییتر فکر کنم، اولین بار من در اونجا با مطلبای شما آشنا شدم، هولوحش فکر کنم 3 سال پیش بود. بعدش عرضم به حضور شما، میخواستم یه دونه مطلبی رو بگم. من حالا یه سری بلایی سر من اومد، نمیخوام به اونها اشاره کنم، که تو ایران بودم، بعدش اومدم اینجا سر کار و اینا، دیگه تبدیل به یه آدم روانی شده بودم. وقتی که از ایران اومده بودم تو ژاپن، تبدیل به یه آدم روانی شده بودم، تبدیل به یه آدمی شده بودم که جامعه ستیز بود، به همه چی شک داشتم، به همه چی شک داشتم، مثلا نمیدونم خدا کیه، این داره من گول میزنه، این رئیسم آدم بدی، تبدیل به یه آدم پارانوید شده بودم. بعدش اینجا ازدواج میکنم در ژاپن، میرم آشنا میشم با مذهب بوداییست و شینتویست، میرم آشنا میشم. اولش احساس میکنم که بله، اینا مثل همونا هم دیگه، مثل همون مثلا مسلمونا هستن، مثل دینهای دیگه، میخوان شکم خودشون رو سیر کنن. چیزی که من از بوداییستا اینا فهمیدم، از شینتویستا فهمیدم، شما نیاز نیست تمام شینتویست رو قبول داشته باشی که بشی شینتویست، تمام چیزایی که بوداییست رو گفتی و بودا گفته رو بری قبول داشته باشی بشی بودا. شما اون چیزی که از بودا میخوای و همون فقط انتخاب میکنی. مثلا من، مثلا شما الان میگی که آی فلانی، مثلا شما الان وضعت خوبه، آی الی حالت خوبه، وضعت خوبه، میگم بله. میگی چرا؟ میگم چون من از بودا بودن فقط مایندش رو انتخاب کردم. بودا اصلا یعنی چی؟ بودا یعنی معلم. من ماینینگش رو انتخاب کردم. یعنی چطور شما به زندگی خودت منر بدی، روش بدی، چه متدی میخوای دنبال کنی بهش میخوای روش بدی. منر من باید زود برم، فقط من یه چون الان قرار بود 1 ساعت باشم، الان شد 2 ساعت. من فقط یه چیز سریع جواب اینو بگم اگه بشه. من ببین، اینو من نمیدونم، اینو من دلیل تعریف از یک ادیان نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه من اگه بیام به شما بگم که الی جان من یه دین دارم، این دین من یه خدایی داره که یه اژدهای بنفشه و همزمان زیر تخت خواب همه آدما زندگی میکنه و شما هر چی بخواین این اژدهای بنفش به شما میده، ولی دین من دینیه که لازم نیست قبول کنی این که واقعیت داره. اژدهای بنفش منم قبول نکنی، حالا اشکال نداره، هیچ مجازاتی برای شما وجود نداره و شما از این اجدهای بنفش تا اونجایی که شما خودتون دوست دارین هر میتونین قبولش بکنین، لازم نیستم مثلا هر چقدر هر کسی بخواد هر چی بخواد میتونه از این بگیره، به اندازه این چی خودش لازم میدونه. یعنی خب این دلیل نمیشه که ما اینا رو عقاید جدی بگیریم، چون ما انقدر مثلا خیلی ما انقدر اسلام تو سرمون زده به زور عقایدش به ما خواست تحمیل بکنه که یه دین دیگه که میاد اونم خرافات به ما یاد میده ولی زورگویی اینقدر نمیکنه، ما فکر میکنیم که این مثلا حالا چون زورگویی نمیکنه باید به عقایدش یه ذره بیشتر محل بذاریم چون که زورگویی نمیکنه، در صورتی که خب خرافات خرافاته، میدونی؟ بله درسته، حرف شما درسته. من یه دونه سوال میپرسم خیلی کوتاه، شما در مورد مارشال آرت که خب به هر حال میشناسین، چند مدل مارشال آرت رو میشناسید، مثلا یه مارشال آرتی هست به نام تای چی، این مارشال آرت تای چی چی هست؟ این مارشال آرت هست مال داوز چی؟ مارشال آرت مال داوزه من اون درسته؟ نه نه آره مال داوزه مال چینه در کل، چینه
چینو مال داوزمه، مال دین داوزمه. یه من دارم عجب غریبه، عجب غریبه برای که دین داوزم به شما اول داره شروع شده به شما میگه هیچ چیزی رو، دینیه که میاد میگه که هیچ چیزی رو دنبال نکنید، هیچ چیزی رو نباید استراکچر رو قانون داشته باشه. بعد همون دین میاد دین تایچی رو درست میکنه که بر اساس کلی قانون رو کنی رفتارهای یعنی اول دینی بود که اول اومده بود میومد میگفتش که ببین این دینا دینایی هستند که همدیگر رو همونجوری اومدن قورت دادن دیگه، اومده یه چیز دیگه رو از یه جای دیگه گرفته. اولیه اول داوزمو نگاه کنین، اومده گفته که اصلا تو هیچ چیزی رو دنبال نکن، همینجوری ولو راحت با هر چیزی که اتفاق میفته باهاش یکی شو و اینا، هیچ قانون هیچ چیز خاصی رو دنبال نکن. خب ولی بعدن که دین بزرگ شد اومده همینج دینای دور و برش رو قورت داده، تایچی هم که نزدیکش بوده اومده گرفته. در صورتی که تایچی رو نگاه کنین دقیقاً بر اساس یک سری حرکات خیلی خاص، بر اساس یک قانونای خیلی دقیق، برخلاف اون چیز اصلی که اول داوزم داره درس میده. ببین تایچی اصلا ببین اینا، ببین من این دینا رو به عنوان تفریحی خیلی دوست دارم ها، خب نه ولی نه به عنوان عقیده. خب من حتی اسلام هم دین اسلام هم از لحاظ تحقیقای باستانی و از لحاظ افسانه و اینا حتی اونم برام جا خیلی جالبه، خیلی جالبه. مسیحیت، یهودی، بودیزم، اینا اگه کسی به عنوان تفریحی این ادیان رو نگاه کنه از لحاظ یک چیزهای قدیمی، باستانی، تاریخی، افسانه های خیلی جالب این ادیان دارن، بدون که باور بکنه که اینا واقعیت دارن، به نظر من هیچ ضرری نداره. خب تایچی هم مثلا به نظر من تایچی بالاخره یک سری حرکات منظمیه و مثل رقص، من فکر نکنم از لحاظ دفاعی هیچ تأثیری داشته باشه تایچی، یعنی کسی نمیتونه از خودش دفاع کنه. دقیقاً این بود، من می‌خواستم الان بهش بگم، شما دیگه اطلاعاتتون اینقدر زیاده، یه قسمت زیادیش گفتی. من می‌خواستم همینو بگم، شما تایچی رو اگه به عنوان منر قبول بکنی تو زندگی تأثیر داره، ولی اگه بخوای بری اونو در رزم استفاده بکنی اینقدر کتک می‌خوری که نگورم. یک مربی تایچی رفت با یه دونه بوکسور توی چین که بهش میگن واشو، میدونه چقدر اینا آدم خشنیه، واشو بازا میره رزم میکنه، بوکسور با یک عدد مشتون میکشه. چرا؟ این آقا اشتباه تایچی رو فهمیده بود، این فکر کرده بود تایچی مثلا شما میتونی در رزم استفاده کنی. تایچی برای مایندینگه، شما اگه استفاده بکنی در زندگی خود تاثیر داره، ولی نمیتونی از اون به عنوان یه دونه رزم استفاده بکنی، از راز یک روش و منر میتونی استفاده بکنی. ببینید آره این البته تایچی و شما هر چیز دیگه ای رو، خب لازم نیست اصلا ببین تایچی تاثیرات مثبتی داره، ولی نه به خاطر چیزای غیر مادی و خرافات و اینا. شما هر چیزی رو که باعث بشه بتونین مغز، باعث بشه که مغزتون رو از تمرکز بکنین به کانشسنس خودتون، یا خودتون رو از همه چیزی جدا بکنین و یه مقدار به مغزتون استراحت بدین با یه سری حرکات، یا با میتونه با رقص باشه، میتونه با تایچی باشه، میتونه با تمرکز روی نفس کشیدنتون باشه، میتونه تمرکزتون روی یک صدای خاصی باشه، میتونه تمرکزتون روی آهنگ باشه. اینا از علمی ثابت شده که مثلا به نفعتون میتونه اصلا بشه. به نظر من بهترینم، بهترین چیزم اینه که اصلا بریم بخوابین. من ساعت خوابم میبرم بالا، این اصلا میشه مفیدتر. ولی اینا همش باعث راحتی مغزتون، باعث استراحت مغزتون، باعث تمرکز مغزتون میشه. اینا هیچ چیز غیر علمی توش نیست، اینا فقط میان با دین این چیزا رو قاطی میکنن. ببین همونجوری که مثلا ادیان میان ستاره ها رو نگاه میکردن تو کل دوران باستان و میان با نگاه کردن به ستاره ها میان حرکت هاشون رو پیش بینی میکنن، بعد چون از لحاظ علمی اومدن ستاره ها رو حرکت هاشون رو پیش بینی کردن، میان میگن خب به خاطر این ما میتونیم حرکت هاشون رو پیش بینی کنیم، به خاطر اینکه ما با خداها در ارتباط. خب در صورتی که نه، اینا اومدن یه چیزی رو یاد گرفتن از طبیعت، بعد اومدن با خرافات قاطیش کردن. این مدیتیشن و این تمرکز روی نفس و تمرکز روی حرکات رقص و اینا، این بدون دین و بدون خرافات بالاخره برای راحتی و برای تمرکز مغز اثرای مثبتی داره. حالا یک سری کسایی تو دوران باستان اومدن دیدن اینا چیزای خوبیه برای مغز و اینا، بعد اومدن گفتن خب ما اینا از کجا میدونیم؟ به خاطر اینکه اومدن قاطیش کردن با یه چیز خرافات و اینا، اومدن به ما فروختن بخاطر ما این چیزا رو، ما این مدیتیشن و اینا رو برای این میدونیم روش اثرات مثبت داره، به خاطر اینکه با یه چیزی توی جهان دسترسی داریم که یه علمی داریم که بقیه ندارن. خب من قاطی کردم با یه چیز مزخرفات دیگه. در صورتی که اینو شما اصلا به دین و
اینا احتیاج ندارین که این کارا رو بکنین. شما الان از لحاظ نوین کلی روش‌های مدیتیشن جدید اومده که هیچ کدومش به خرافات و دین و اینا ربطی نداره. شما حتی تایچ میتونید تایچی رو بذارید، البته خب تایچی رو استفاده کنین چرا نه، ولی یه نفر بیاد اصلا یه چیز حرکات جدید درست کنه، بیاد بگه که آقا شما این حرکات رو اینجوری انجام بده، توی مدتی هم که داری انجام میدی رو هیچ تمرکز نکن به غرض این حرکات، به نظرم همش هم جدید باشه، به تایچی هم ربطی نداشته باشه، اونم همین نتیجه رو خواهد داد به نظر من. خب ولی خب تایچی خب قشنگتره، بالاخره ما دوست داریم یه چیزایی رو که کهنه، یه تاریخی داره، از لحاظ روحی روانی قشنگتره برامون، اگه این به خاطر اینکه یک فرهنگی پشتشه، یه تاریخی پشتشه، یه داستانی پشتشه، چون از لحاظ روحی روانی به این چیز ما علاقه داریم، خب اگه میخواین انجام بدین با تایچی انجام بدین، چرا نه. تا وقتی که باور نکنین که توی یه چیزای غیر طبیعی و یه چیزای خرافی، حتی از اسلام هم آدم میتونه لذت ببره، خب شما میتونین بیاین اسلامو بیاین مطالعه بکنین که ببینین چجوری به وجود اومده، این قرآن چجوری به وجود اومده، این عقیده رو از کجا گرفتن، این حدیث ها از کجا اومده، عباسیان چه تأثیری روش داشتن، امویان چه تأثیری داشتن، آیا مثلا محمد واقعا بوده نبوده، از کجا میدونیم که بوده، کعبه چرا اونجا به وجود اومده، چجوری ایران رو فتح کرده، خب اینا افسانه های مثلا جن و اینا از کجا اومده. بالاخره یه کسی میتونه به طور از همه اینا لذت ببره، از افسانه ها لذت ببره، از تاریخ لذت ببره، از رقص های صوفی لذت ببره. مشکل موقعیه که وقتی کسی بیاد باور بکنه به یه چیزایی که وجود نداره. خب شما اگه بخواید ببینید تاریخ اسلام رو بخونید و لذت ببرید، میتونید لذت ببرید، ولی اگه واقعا فکر کنید که مثلا محمد پیغمبر خدا هست، اون موقع مشکل داره. ببین من میتونم هری پاتر رو بخونم و لذت ببرم از این افسانه، خب این هیچ مشکلی نداره. اگه یه موقع باور کنم که نه هری پاتر مثلا واقعا وجود، یه دنیای جادویی هری پاتر واقعا واقعیه و هاگوارتس مثلا یه مدرسه است، من برم چمدونم ببندم که برم هاگوارتس رو پیدا کنم که مثلا برم ثبت نام کنم تو هاگوارتس، اون وقته که مثلا مشکل به وجود میاد که واقعا باور کردم این افسانه واقعیه. ولی تا وقتی که بدونم اینا غیر واقعیه، لذت از تاریخ و فرهنگ و افسانه هیچ مشکلی نداره. دقیقاً همینطوری هست. البته یه چیزی بگم، حالا شما قبلا ژاپن بودی، احتمال زیاد چند تا کشور آسیایی بودی، تو کشورهای آسیایی مسلمان مثل سنگاپور، اندونزی، مالزی، اونا خیلی از اسلام لذت میبرن. اگه منظور منو بفهمی، اونجا باشی میدونی، مثلا من خانوم میدیدم در مالزی که این خانوم روسری گذاشته بود، ولی همه جای بدنشو میتونستی ببینی. بعد من بهش گفتم خانوم مثلا این چیزی که گذاشتی اسلام نگفته، گفته نه اون چیزی که تو گفتی اشتباهه، اسلام گفته میتونی این کارو بکنی. الان اونام دارن لذت میبرن، الان اینکه گفتی من یاد اون موضوع افتادم، کشورهای مثل مالزی، سنگاپور، اونا لذتشو دارن، اونا میبرن، ضررشو مثلا جای دیگه دارن میکنن. البته اونا هم باور دارن که این از خداست و این هم پیغمبر و ایناست. ببینین لذت از اسلام رو من دارم میبرم به خاطر اینکه دارم از تاریخ و افسانه و ایناش میخونم، داستاناشو لذت میبرم، بدون که باور کنم هیچ کدومش واقعیه. خب میتونه این کارو میشه کرد. من به نظرم مشکل موقعیه که ببین تو مالزی و تو اندونزی اینا، با اینکه صدمه که از اسلام ممکنه ببینن میخورن از ایرانیا و سعودیا و بنگلادش کمتره، البته اونم داره بدتر میشه همجوری آروم آروم، ولی صدمه هنوزم صدمه است، بخاطر اینکه اینا واقعا عقیدهشون اینه که این کتاب خداست و واقعا مثلا خدای وجود داره و این مثلا محمد پیغمبر خدا بوده. بالاخره به مزخرفات اینا رو به عنوان مثلا افسانه نگاه نمیکنن، اینا رو به طور اینا رو واقعیت میدونن و این مشکله. دقیقاً درست. خیلی ممنون، من دیگه مدام وقت شما نمیشم. خیلی ممنون از این وقتی که دارید. مرسی، لذت بردم، ممنون از وقت شما. فعلا خداحافظ شما. ابلیس هم حافظه شد. خیلی خب، فعلا من ممنون. من دیگه واقعا من قرار بود یه ساعت اینجا باشم. من فکر کنم دلیلی که گیر میافتم اینه که از حرفای شما لذت میبرم، برای همین مجبور میشم با اینکه وقت ندارم بمونم، برای اینکه حرفاتون جالبه. ممنون از کسایی که اومدن، ممنون از کسایی که تو لایف چتن. و ابلیس حافظ همه شما تا هفته بعد.